شمارش معکوس تا اعلام اولین برآوردها از انتخابات 2020 آمریکا. ترامپ یا بایدن، درهای کاخ سفید به روی کدام گشوده می شود؟ در 60 دقیقه ویژه امشب از واشنگتن خواهیم دید که تا چه حد به جواب این سوال نزدیکیم. خبرنگارانمان در نقاط مختلف آمریکا برای شما از روز رویارویی ترامپ و بایدن خواهند گفت. در ادامه برنامه امشب، انتخابات آمریکا از دید تهران، رهبر میگوید نتیجه برای ایران فرقی ندارد، ظریف مواضع بایدن را امیدوار کننده تر میداند. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما. امشب به صورت زنده با شما خواهیم بود، با اعلام نتایج سناریوهای مختلف رو بررسی میکنیم و این ایالت ها رنگی خواهند شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به این 60 دقیقه ویژه 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با من رنا رحیم‌پور از واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، و همکارانم از نقاط مختلف آمریکا. بالاخره روز موعود فرا رسید، روزی که بسیاری از جهانیان چشم به اینجا دوختند. ساکن بعدی کاخ سفید که پشت من می‌بینید چه کسی خواهد بود؟ کمتر از 8 ساعت به پایان رأی‌گیری باقی مانده. از صبح امروز که روز رسمی انتخابات است، میلیون‌ها نفر آرایشان را به صندوق‌ها ریختند. تا صبح امروز هم بیش از 100 میلیون نفر پستی یا حضوری به صورت زود هنگام رأی داده بودند. انتظار می‌رود که میزان مشارکت در این انتخابات در تاریخ یک سده گذشته آمریکا کم نظیر باشد. دونالد ترامپ 74 ساله از حزب جمهوری خواه تلاش می‌کند که برای بار دوم رئیس جمهوری شود. جو بایدن 77 ساله از حزب دموکرات امیدوار است آقای ترامپ را یک دوره کند. از الان تا 60 دقیقه فردا شب با شما خواهیم بود با تازه‌ترین اخبار انتخابات از واشنگتن و لندن در این رقابت نفسگیر. ابتدا گزارشی از سام فرزانه. دونالد ترامپ و جو بایدن در آخرین تلاش‌ها در پایان فصل انتخاباتی آمریکا، برنامه پشت برنامه برای جلب نظر آخرین رای دهنده‌های موجود. ترس از ابتلا به ویروس کرونا امسال میلیون‌ها آمریکایی را مجبور به رای دادن غیابی کرده. یکی از مراکز رای‌دهی در شمال شرقی شهر دی سی هست که هم صندوق داره برای کسایی که می‌خوان پیش از روز انتخابات رأی خودشون رو بندازن و هم امکانات کاملی رو داره که این روز انتخابات مردم میتونن اونجا رأی بدن. در این مرکز رأی‌دهی بزرگ، ساکنان شهر واشنگتن میتوانند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده و همزمان رأی بدهند. من از 6 ماه پیش خودم رو برای رأی دادن غیر حضوری در ایالت کالیفرنیا آماده کردم، اما متوجه شدم که برای من برگه رأی صادر نکردند، پس اومدم اینجا که از واشنگتن رأی بدم. بسیاری ترجیح میدهند به جای آنکه رأی‌های پستی خود را به صندوق بیاندازند، آنها را دستی به این مرکز رأی‌دهی بیاورند. بعضی ها تجربه حضور در شعبه اخذ رأی را دوست دارند، هیجان دارند. گاهی هم به سیستم پست اعتقادی ندارند یا به این صندوق ها شک دارند. هر چی باشه این صندوق ها بار اوله که استفاده میشه. دونالد ترامپ و جمهوری خواهان همسو با او مخالف رأی پستی گسترده هستند. جمهوری خواهان پنسیلوانیا برای محدود کردن مهلت دریافت آرای پستی شکایتشان را تا دیوان عالی هم بردند، اما در این راه شکست خوردند. وقتی که دیوان عالی دوره دریافت رأی پستی را افزایش داد، موقعیت خیلی خطرناکی درست کرد. خطرناک به لحاظ فیزیکی. فرماندار، ایالت را از تعطیلی در بیار و لطفاً تقلب نکن فرماندار.
آقای ترامپ که برای پیروزی به آرای پنسیلوانیا احتیاج دارد، به مردم این ایالت وعده داد که در صورت پیروزی مجدد مالیاتشان را کم کرده و از حق حمل سلاح دفاع کرده و از پلیس و ارتش حمایت می‌کند. بانوی اول آمریکا همزمان در ایالت کلیدی دیگری بود. او در کارولینای شمالی گفت که آمریکا به رهبری مثل همسر او احتیاج دارد. با رهبری پرزیدنت بود که کشور ما تونست دو تا از خطرناکترین تروریست های جهان رو بکشه. دموکرات ها هم آخرین فرصت ها برای تبلیغات را غنیمت شمردند. باراک اوباما در آتلانتا از شیوه اداره همه‌گیری ویروس کرونا توسط دولت آقای ترامپ انتقاد کرد. ایالت جورجیا یکی از ایالت‌های محافظه‌کاری است که امکان دارد امسال به دموکرات‌ها روی خوش نشان بدهد. و اینجا در فیلادلفیا هواداران ساعت‌ها در صف بودند تا سخنرانی سناتور کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها برای پست معاونت ریاست جمهوری جو بایدن را بشنوند. می‌خوام بایدن رئیس جمهوری بشه و ترامپ هم بره. خانم هریس در سخنرانی خود گفت که این انتخابات برای بازپسگیری هویت آمریکاست. آقای بایدن هم در گوشه دیگری از پنسیلوانیا همین ایده ها را با زبان دیگری بیان کرد و درباره لزوم رأی دادن مردم سخن گفت. قدرت تغییر این کشور در دستان شماست. برای من هم مهم نیست که دونالد ترامپ چقدر تلاش میکنه که جلوی رأی دادن مردم رو بگیره. او نمیتونه این کارو بکنه. آقای بایدن میگوید که آمریکا نمیتواند 4 سال دیگر با تنش و فضای دو قطبی پیش برود. تنشی که نمود آن را میتوان در پایتخت آمریکا دید. یه مغازه همبرگر فروشیه، تمام شیشه های خودش رو با این تخته ها بسته و فقط هم این مغازه نیست، مغازه ها و ساختمان های خیلی زیادی در واشنگتن پایتخت آمریکا اینطوری برای انتخابات آماده شدن، انگار که قراره یه طوفان سهمگین بیاد و از الان خودشون رو آماده کردن. منتقدان آقای ترامپ از حالا جلوی کاخ سفید به صف شدند. چند لایه حفاظ مدت هاست که مردم را از مقر رئیس جمهوری آمریکا جدا کرده. دونالد ترامپ می‌خواهد در صورت پیروزی در همین جا جشن پیروزیش را برگزار کند، در شهری که بیشتر مردم از منتقدان او هستند. 4 سال پیش این موقع کمتر کارشناسی معتقد بود که دونالد ترامپ میتونه به کاخ سفید راه پیدا بکنه. امسال هم کارشناسان نظرسنجی بخت بیشتری رو برای رقیب او جو بایدن قائل هستند. اما نه آقای بایدن و نه رئیس جمهوری کنونی آمریکا حاضر نیستن که آروم بنشینن. هر دو رقیب آماده هستند تا آخرین نفس برای رأی های مردم بجنگن. اونها خودشون رو آماده میکنن تا در صورتی که نتیجه انتخابات مطابق دلخواه اونها نبود شکایت بکنن. باید دید که در این رقابت کدوم اونها برنده میشن. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. و اما همطوری که اشاره کردم، خبرنگاران ما از نقاط مختلف آمریکا در حال پوشش خبرهای این انتخابات تاریخی هستند. هادی نیلی از واشنگتن به ما خواهد پیوست، سام فرزانه از یک حوزه رأی‌گیری در شهر وینا و بهمن کلباسی از شهر ویلمینگتون به ما پیوستند. هادی، ابتدا از تو شروع بکنیم از آخرین خبرها. همین دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شهر آرلینگتون به یک ستاد انتخاباتی خودش رفت. در شهر آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن هست، میشه گفت چند دقیقه رانندگی داره، و اونجا با اعضای ستادش حرف زد. و وقتی که خبرنگاران از او پرسیدن که آیا آماده پذیرفتن شکست شده اگر شکست بخوره، او پاسخ داد که هنوز در مورد نوشتن نطق شکست خودش حتی فکر هم نکرده. او گفتش که رئیس جمهور آمریکا گفت بردن آسونه، باختنه که سخته، در واقع نبردنه که سخته برای او، و گفت هنوز آماده در واقع چنین نطقی نیست. و در این حال باز هم گفت که آمریکایی‌ها حق دارند روز سوم نوامبر، یعنی همین امروز، نتیجه انتخابات رو بدونن. این در ادامه حرفای قبلی رئیس جمهور آمریکاست که گفت باید همین امروز نتیجه معلوم باشه، مردم حق دارن امروز نتیجه رو بدونند. این در حالیه که خب تا الان حداقل 100 میلیون نفر، یعنی 100 میلیون نفر حداقل رأیشون رو
فرستادن و رسیده به دست منابع مراجع برگزاری انتخابات. به این ترتیب احتمالاً عده خیلی بیشتری قبل از امروز رأی داده بودند، همین امروز هم عده زیادی دارن رأی میدن. در بعضی ایالت‌های صف‌های شکل گرفته بود که در اون ایالت‌ها رقابت هم چندان جدی نیست، تکلیف ایالت معلومه، ولی مردم دارن رأی میدن که تک تک رأی‌هاشون شمرده بشه. با این اوصاف، اینکه رئیس جمهور آمریکا مرتب تاکید میکنه برای اینکه امروز باید نتیجه معلوم باشه، از دید ناظران انتخاباتی و برگزار کنندگان با این حجم آرایی که ممکنه که لازم بشه شمرده بشه تطبیق نداره. بهمن، تو از محلی هستی که آقای بایدن قراره که درش سخنرانی بکنه در چند ساعت آینده، اونجا چه خبره؟ دقیقا پشت سر من رهنا این استیجی که دارن درست میکنن از صبح اول وقت ساختش آغاز کردن و الان کم و بیش پایان پیدا کرده. میبینید که پرچم آمریکا هست، یک جلوی اونجا یک سنی هست برای اینکه آقای بایدن همسرش و خانم کامالا هریس و همسر او اگر که تصمیم بگیرن سخنرانی پیروزی بدن یا سخنرانی شکست، در حال بیان روی اونجا و برای جمعیتی که در اتومبیل هاشون در این پارکینگ روبرو حاضر خواهند شد صحبت بکنن و میلیون ها نفری که در سراسر آمریکا در خانه ها خواهند دید. البته ممکن است نه شکست باشه نه پیروزی و نتایج انقدر نزدیک باشه و شمارش آرا به درازا بکشه و امشب هیچ اون سخنرانی ها رو ارائه ندن و فقط در این مورد صحبت کنن که باید صبر کنیم تا همه آرا شمارش بشه. به همین جهت در این که از اونها خواهیم شنید امشب شکی نیست در این مورد که چه خواهند گفت، طبیعتاً باید صبر کنیم و ببینیم، ولی مجموعه ستاد آقای بایدن و کارزار آقای بایدن اینجا در ویلمینگتون جمع شدن برای اینکه این سخنرانی اینجا انجام بشه، امشب شمارش آرا آغاز بشه و بعد بتونن یه تصویر دقیق تری بدن از وضعیت ستادشون و بختشون برای پیروزی. سام، تو در حوزه رأی‌گیری هستی در شهر وینا، اونجا میزان مشارکت چطور بوده؟ استقبال چطور بوده تا اینجا؟ میزان مشارکت نسبت به اون چیزی که خود مسئولان این حوزه رایدهی به من گفتن میگن که خوب هست و میگن که این حوزه رایدهی برای 4057 نفر تهیه شده و تا به حال نزدیک به 2000 نفر رای دادن، اما خب بخش عمده ای از اونها رای خودشون رو به صورت پستی دادن و فقط 606 نفر بودن که تا ساعت 12:30 بعد از ظهر اومدن و رایشون رو حضوری اینجا دادن. و در میونی کسایی که اومدن اینجا و رأی دادن میشه طرفداران هر دو نامزد رو دید و این رو هم باید بگم که اکثر کسانی که اومدن و در این حوزه رأی دادن مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه توی آمریکا صبح ساعت 6 صبح اومدن، یعنی در واقع پیش از اینکه بخوان کار روزانه خودشون رو ساعت 8 یا ساعت 9 صبح بخوان شروع بکنن برای رأی دادن اومدن و بعد از اون خلوت شده و انتظار میره که حدود ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 که قراره که بسته بشه این حوزه رایدهی، باز دوباره ما شاهد یک هجوم دیگری از مردم برای رای دادن باشیم. بهمن، ساعت الان به وقت واشنگتن ساعت 13:43 دقیقه است. چه ساعتی باید انتظار شنیدن نتایج انتخابات رو داشته باشیم؟ در میان ایالت‌های حساس که تصمیم می‌گیرن چه کسی به کاخ سفید میره، یک تعدادی مثل پنسیلوانیا، مثل میشیگان، مثل ویسکانسین، همون سه ایالتی که خانم کلینتون به صورت شگفت‌آوری باخت به آقای ترامپ، اونها انتظار میره که بیشتر طول بکشه در شمارش آرا، یعنی هر وقتی که حوزه‌شون بسته بشه یه تعداد آرا حضوری نتایجش منتشر بشه، ولی رأی‌های پستی ممکنه به فردا یا ساعتی بامداد روز چهارشنبه بکشه یا حتی فراتر از اون. ولی یه سری ایالت‌های حساس دیگه هستن که آقای ترامپ باید همه اونها رو ببره تا اینکه شانس پیروزی داشته باشه و اونها اون چهارتایی که جزء اون دسته از ایالت‌هایی هستن که آقای ترامپ باید ببره ولی رقابت درشون نزدیکه، اونا زودتر شمارش آغاز میکنن. یه سریشون قبلا شمارش آرای پستی رو آغاز کردن، یه سری هم امکانات و تجربهشون سبب میشه که زودتر بتونن نتایج آرای پستی رو بدن. کارولینای شمالی، فلوریدا، جورجیا و همچنین تگزاس که ساعت 7-8 شب صندوقاش در بخشی از ایالت بسته میشه. در نتیجه انتظار میره که از 8:30-9 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 8 ساعت دیگه 7 ساعت دیگه، وقتی اون حوزه بسته بشه ما بتونیم یک تصویری بگیریم از اینکه وضعیت آقای ترامپ و آقای بایدن در این ایالتایی که آقای ترامپ باید ببره چگونه است. اون وقت میشه یه مقداری حداقل اونایی که با اعداد و ارقام
رای ها آشنا هستن بتونن ارزیابی دقیق تری بدن که شانس هر کدوم چگونه است. به همین جهت از 7-8 ساعت دیگه ما اولین تصاویر رو خواهیم گرفت، اولین داده ها رو خواهیم گرفت که بشه بر اساسشون قضاوت کرد. ولی اگر بسیار نزدیک باشه اون وقت ممکن است که به روز دوم، روز سوم حتی بکشه و همه رای های پستی که سرش دعوا هست. این با همه این که الان روز انتخابات و 7-8 ساعت بیشتر در شرق آمریکا نمونده به فرصت رای گیری، بازم تبلیغات متوقف نشده. آقای بایدن اینجا نیست، رفته به پنسیلوانیا، در فیلادلفیا خانم هریس معاونش رفته به میشیگان، قرار هر دو برگردن تا 4-5 ساعت دیگه. ولی در حال نشون میده که حتی در روز انتخابات هم دست از تلاش برای اینکه هر کسی که ممکن مردد باشه به پای صندوق رای بکشونن، طرفدارانشون رو بهشون انرژی بدن، بر نداشتن. سام، چقدر فکر میکنی که هستن کسانی که هنوز در چنین روزی تصمیم نگرفتن به کسی به کی میخوان رای بدن؟ میتونم بگم که من یک نفر رو دست کم دیدم که اومده بود اینجا و از هر طرفداران آقای ترامپ و طرفداران آقای بایدن از هر دو یکی یه دونه برگه گرفت و اونها رو داشت تازه مطالعه میکرد و تصمیم خودش رو بگیره. اما تصور من اینه که بیشتر مردم در این انتخابات به خصوص تصمیمشون رو خیلی قبلتر گرفتن. همونطور یکی از کسانی که تصمیمش رو خیلی قبلتر گرفته مهمون من هست که اینجا ساقی لقایی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشر، که از آقای ترامپ حمایت میکنه و میخوام بدونم که این حمایت ناظر به سیاست‌های آقای ترامپ در زمینه ایران یا مسائل آمریکا؟ ببینید، من در واقع مستقل ثبت نام کردم اینجا، رجیستر کردم خودم، اما این دفعه از آقای ترامپ حمایت کردم، به ایشون رأی دادم. دو هفته پیش رأی دادم که خیلی خیلی شلوغ‌تر از امروز بود، دو ساعت و خورده ای تو صف وایسادم تا بتونم رأی بدم. ببینید، هر دوتاش میتونم بگم، هم سیاست‌های داخلی آمریکا و هم سیاست‌های خارجیش. برای من به عنوان یک مهاجر تازه در این کشور، سیاست‌هایی که داشته و نتایج سیاست‌های او در خاورمیانه خیلی مهم بوده. اینکه صدای مردم ایران رو، اعتراضات رو، دموکراسی خواهی مردم ایران رو شنیده، دربارش حرف زده، به فارسی توییت کرده، خودش و هیئت دولتش بارها و بارها راجبش حرف زدن، برای من اهمیت زیاد داره. و راستش این که به ایشون رأی دادم، در واقع به قلبم رجوع کردم سر این که میخوام صدای کی باشم اینجا به عنوان یک ایرانی که اینجا حق رأی داره. چهره مادر ستار بهشتی جلوی چشم من اومد، چهره پویا بختیاری با اون امید به زندگی و آزادی جلوی چشم من اومد، و همشون کشته های آبان 98، یاده 96، معترضان داخلی ایران. میدونم که فشار زیادی روی مردم ایران داره به خاطر این تحریم هایی که هست و این خیلی دردناکه برای حتی ما که اینجا هستیم. اما ولی با این حال فکر میکنین که با این که این فشار داره میاد، باز هم آقای ترامپ گزینه بهتریه برای مردم و همین آدم هایی که اسمشون رو بردی که حتما اونها هم الان متضرر میشن از این تحریم ها؟ باید اینو بهتون بگم که باورتون شاید نشه، اینکه من تعداد زیادی مراجعه غیر معمول داشتم از ایران که ازم خواستن که خواهش میکنم به ترامپ برو رای بده. آدمایی که من فکر میکنم که به لحاظ اقتصادی و طبقه اجتماعی که توی ایران دارن اتفاقا خیلی تحت فشارن، ولی به نظر میرسه که اونها امید دارن به اینکه تداوم دولت آقای ترامپ بتونه کمک کنه که اونها بتونن مبارزه‌شون رو به نتیجه برسونن و جمهوری اسلامی سقوط کنه. از نظر من، و بارها و بارها گفتم این رو من نوشتم، که سرنوشت مردم ایران رو خودشون تعیین خواهند کرد. اون جنبش داخلی دموکراسی خواهی مردم ایرانه که در نهایت به نتیجه خواهد رسید و جمهوری اسلامی رو خواهد برد. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که دنیا باید صدای مردم ایران رو بشنوه و ازشون حمایت کنه. میگن که از طریق آقای ترامپ میشه. خیلی ممنونم ساقی لقایی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشر که با ما بودن. رنا، خیلی از ایرانی های زیادی هستند که از هر کدوم از این دو نامزد حمایت میکنن، اما این شرایط دو قطبی شده آمریکا که در سیاست آمریکا وجود داره، حتی میشه گفت که راه خودش رو به سیاست ایران و به اجتماع ایران هم باز کرده و کمتر حاضر میشن که بیان و نظرات خودشون رو شفاف و صریح بگن.
متشکرم ازت سام. هادی، میدونیم که دو هفته بسیار شلوغی داشته دونالد ترامپ، به دست کم 23 سخنرانی و کمپین تبلیغاتی شرکت کرده. امروز برنامه‌اش چیه؟ آقای ترامپ امروز صبح در شبکه خبری فاکس در برنامه‌ای که خیلی مورد علاقه‌اش هست و خیلی از طرفدارانش همین شبکه رو بسیار تماشا میکنن، حرف زد. البته از این شبکه تلویزیونی انتقاد کرد، گفت مثل دفعه پیش به او کمک نکرده، ولی باز هم آقای ترامپ در واقع از در پاسخ به خبرنگارانی که ازش فرصت میکنن بپرسن، از پاسخ در این مورد تفره میره که نتیجه براش امروز باید مسجد، چون گفته بود که نتیجه باید امروز معلوم بشه. این ازش میپرسن که اگر آرا شمرده نشده باشه چطور، تا اون موقع چطور باید نتیجه اعلام بشه. بازم آقای ترامپ تاکید میکنه که به گفته خودش مردم آمریکا حق دارن امروز 3 نوامبر نتیجه رو بدونن. اینطور که ما میشنویم در داخل کاخ سفید آن سوتر در اتاق آیزنهاور گفته شده که یک در واقع اتاق جنگ راه انداخته ستاد انتخاباتی آقای ترامپ، که لحظه به لحظه رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه رو در جریان قرار میدن، در جریان تحولات قرار میدن و دارن استراتژی حقوقی و قضایی هم تدوین میکنن برای اینکه اگر نتایج فاصله‌اش کم باشه شاهد یک نبرد دادگاهی بین دو نامزد و دو اردوگاه باشیم. متشکرم ازت هادی نیلی از واشنگتن با ما، سام فرزانه از وینا و بهمن کرباسی از برمینگتون در ادامه پوشش ویژه خبری انتخابات با همکارانم بیشتر گفتگو خواهم کرد. اما بحث در مورد انتخابات همچنان اینجا در آمریکا داغ، از طرفداران هر دو نامزد دعوت کردیم که مهمان برنامه امشب باشن. اول بریم به ایالت کلیدی پنسیلوانیا، ایالتی که نتیجه‌اش میتونه تاثیر زیادی در نتیجه انتخابات بگذاره. چارلی گرو، استراتژیست جمهوری خواه و نائب رئیس اتحادیه محافظه‌کاران آمریکا از ایالت پنسیلوانیا با ما. آقای گرو، خوش آمدید به برنامه. میدونیم که در هفته‌های متمادی آقای بایدن در نظرسنجی‌های ملی جلوتر از آقای ترامپ بود. ارزیابیتون از اتفاقات امروز چطوره؟ فکر می‌کنید که آقای ترامپ تونسته اون فاصله رو کم بکنه؟ هیچ سوالی در این مورد نیست. همونطور که میدونید نظرخواهی‌های ملی اصلا معنی نداره، برای اینکه ما 51 ایالت داریم و همینطور دیستریکت آف کلمبیا که اهمیت داره و اون ایالت‌های رقابتی 6 تا از اونا مشخص میکنه که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. آقای جرو، شنیدیم که آقای ترامپ دوباره امروز گفت که مردم آمریکا باید نتیجه انتخابات رو تا پایان امشب بدونن، در حالی که می‌دونیم در بسیاری از ایالات امکان این وجود نداره که همه آرا تا پایان امشب شمرده بشه. آیا فکر نمی‌کنید چنین استراتژی دامن زدن به تنش‌های موجوده؟ نه، بذارید حقیقتش رو بهتون بگم. برای اینکه فکر میکنم این فقط تصور شماست، برای اینکه خیلی از ایالت ها امشب شمارش درشون تموم میشه، فکر میکنم آقای ترامپ امشب میبره و من معتقدم که آقای ترامپ با اختلاف بسیار زیادی امشب خواهد برد. و فکر میکنید اگر این اتفاق نیفته آقای ترامپ آمادگی پذیرش شکست رو داره؟ نه، هیچ دلیلی نداره که او امشب شکست بخوره و تنها دلیلی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که آقای بایدن بتونه رأی زیادی بیاره. من فکر نمی‌کنم رأی زیادی باشه. من فکر می‌کنم چند روزی این پروسه طول خواهد کشید، ولی فکر می‌کنم در نهایت آقای ترامپ برنده این وضعیت خواهد بود. آقای جرو، بر اساس چه شواهدی فکر می‌کنید که آقای ترامپ می‌بره؟ فکر میکنم اگر او بتونه پنسیلوانیا، ایالتی ما هستیم، و فلوریدا، جایی که او زندگی میکنه، اون قطعا در مسیری خواهد بود که اون کاری رو که سال 2016 کرده دوباره تکرار بکنه. ایالت‌های صنعتی در سمت شمال کشور، پنسیلوانیا، اوهایو، میشیگان، ویسکانسین، حتی میشیگان، اونها مشخص خواهند کرد که چه کسی رئیس جمهور خواهد بود امشب. آقای جرو، در پنسیلوانیا 4 سال پیش آقای ترامپ رأی آورد، اما در سال 2018 دموکرات‌ها اونجا رأی آوردن. چی باعث میشه فکر کنید که دوباره ممکنه تغییر موضع بدن و این بار به جمهوری‌خواه رأی بدن؟
مسئله تاریخیه که در انتخابات میان دوره‌ای اون کسی که قبلا رای آورده اون دیگه نمیاره. باراک اوباما در طول انتخابات میان دوره‌ای تعداد زیادی از رای‌ها رو در سنا از دست داد. من فکر می‌کنم یه چیزی که اتفاق میفته اینه که مردم عادی وقتی میان به پای صندوق‌ها به نفع آقای ترامپ خواهد بود. به علاوه کسان زیادی هستن که دفعه اول دارن رای میدن و جمهوری خواهان این بار موفق شدند که تا 200,000 رای بیشتر رو به نسبت بارهای قبل در پنسیلوانیا به دست بیارن و این خیلی زیاده. متشکرم چارلی اجرو از استراتژیست های حزب جمهوری خواهان. اما نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به دموکرات‌ها از واشنگتن دی سی با ماست. خانم مرتضوی، شنیدید صحبت‌های آقای چرورو؟ ایشون معتقدند که آقای ترامپ قطعاً برنده این انتخابات. ارزیابی شما چیه؟ خب من فکر می‌کنم که آقای بایدن شانسش در این انتخابات زیاده، اما به هر حال 4 سال پیش، تجربه 4 سال پیش به ما این رو نشون داد که هیچ یک از دو طرف قطعا نمیتونن پیش بینی کنن و حتی کمپین خود آقای ترامپ ستادش 4 سال پیش هم در واقع شگفت زده شده بودن از برنده شدنش. و خب سیستم انتخابات آمریکا هم سیستم الکترال پیچیدگی هایی داره و امسال هم خصوصا به دلیل مسئله ویروس کرونا تعداد رای های پستی خیلی خیلی زیاد شده. ایالت ها قوانینشون رو تا حدی تغییر دادن که امکان رای پستی رو برای مردم بیشتر فراهم کنم. برای همین من فکر میکنم که گفتنش زوده، ولی من خودم شخصا تصور میکنم آقای بایدن رأیش بیشتر. آقای بایدن با خانم کلینتون هم تفاوت داره، یعنی در ایالت هایی که خانم کلینتون ضعف داشت و در واقع رأی اونها رو از دست داد، رأی دموکرات اونها رو از دست داد، یادمون نره آقای بایدن در دو انتخابات در کنار آقای اوباما اون ایالت ها رو به دست آورد. به هر حال یه پیشینه ای در مبارزات انتخاباتی در ایالت ها داره که خب به هر حال آقای ترامپ هم اونها رو تونست از خانم کلینتون بگیره. ولی من فکر میکنم الان با مجموعه نظرسنجی ها و مقایسه با خانم کلینتون آقای بایدن کمی وضعش بهتره و خب همونطور که مهمونتون هم گفتن فکر میکنم ایالت پنسیلوانیا ایالتیه که در واقع میدان اصلی نبرد بین دو طرفه و شاید خیلی زود بشه از روی نتیجه در پنسیلوانیا نتیجه رو پیش بینی کرد. می‌دونیم که آقای بایدن امروز هم دوباره به پنسیلوانیا رفته، ولی در مجموع فکر می‌کنید که آیا حزب دموکرات آمادگی استراتژی داره در صورت اینکه آقای ترامپ شکست بخوره و شکست رو نپذیره؟ خب این نگرانی که اینجا خیلی در موردش صحبت شده، حتی بحث‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده، به نیروهای نظامی و ارتش این بحث‌ها مطرح شده، از طرفی هم به نظر میاد خود آقای بایدن و حال حزب دموکرات خیلی هم نمیخوان در فضای عمومی به این بحث دامن بزنن و در واقع این رو بیشتر به عنوان اصلا یک امکان جلوه بدن. بالاخره این یه چیزی که از رکن‌های اساسی دموکراسی آمریکاست در چندین دهه و قرن گذشته، این که فرد بازنده قدرت رو واگذار میکنه حتی اگر که در قدرت باشه، یعنی حتی رؤسای جمهوری بودن که به ندرت ولی دور دوم انتخاب نشدن و قدرت رو واگذار میکنن. ولی خب آقای ترامپ بالاخره یه فرد ویژه است و این صحبت‌ها در محافل به خصوص خصوصی خیلی مطرح میشه. راهکارهایی هم هست، به هر حال نتیجه ممکنه به دادگاه‌ها کشیده بشه، کنگره آمریکا نقش مهمی داره، برای همین در نتیجه انتخابات نتیجه کنگره هم مهم خواهد بود که ما ببینیم دو خانه کنگره به دست چه کسی میفته کنترلش. ولی خب نهایتا نقش دیوان عالی هم میتونه اینجا خیلی مهم باشه و من فکر میکنم شاید شرایطی مشابه انتخابات سال 2000 پیش بیاد که به هر حال ایالت فلوریدا و رأی‌هاش ایالت کلیدی بود که در دعوای آقای گور و بوش نهایتاً سرنوشت ساز شد. متشکرم شما نگار مرتضوی از نزدیکان به دموکرات‌ها از واشنگتن دی سی با. و اجازه بدید برگردید به لندن با همکارم ناجی غلامی. من از شما خدافظی می‌کنم، ولی ادامه این ویژه برنامه در طول شب در بی بی سی فارسی ادامه خواهد داشت. متشکرم از تو رنا و سایر همکاران در آمریکا. همونطور که رنا گفت در ادامه شب برمیگردیم به همکارانمون در آمریکا.
انتخاب چه کسی در آمریکا مردم و حاکمیت را در ایران خوشحال می‌کند؟ عده‌ای از ایرانی‌ها از انتخاب دوباره دونالد ترامپ استقبال می‌کنند، چرا که معتقدند ادامه سیاست‌های فشار حداکثری او زمینه را برای تغییر حکومت فراهم می‌کند. عده دیگری اما می‌گویند انتخاب جو بایدن و بازگشت آمریکا به برجام مسیر بهتری برای تغییر در زندگی مردم و سیاست حاکمانه ایران است. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود و سیاست ایران در قبال آمریکا با رفت آمد اشخاص تغییر نمی‌کند. اما ایرانی که با اشتیاق و نگرانی این انتخابات را دنبال می‌کنند و ممکن است حتی برای دیدن نتایج امشب نخوابند، با این گفته‌های آقای خامنه‌ای موافق نیستند و شاید خود رهبر 82 ساله ایران هم بیش از آنچه که ابراز می‌کند نتایج این انتخابات برایش مهم باشد و امشب بیدار بماند. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا همینطور راجع به اینکه کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. اجازه بدید در این باره صحبتی داشته باشیم با دو مهمانمون، مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما هستند و فرخ نگهدار فعال سیاسی از لندن به ما پیوستن. اجازه بدید با شما شروع کنم آقای نگهدار. فکر میکنید که همونطور که آیت الله خامنه‌ای میگه براش مهم نیست و اصلا مهم نیست که چه کسی انتخابات در این انتخابات رئیس جمهوری بشه، واقعا همینطور هست برای آیت الله خامنه‌ای؟ در سیاست ایران آقای خامنه ای امروز گفتند که تغییری به وجود نخواهد آمد. قرائت من از این گفتار این هست که خب ما همون حرفایی رو که قبلا درباره رابطه خودمون با آمریکا زده بودیم روی همون حرف هستیم، چون ایشون تاکید کردن که سیاست ما مشخصه. برداشت من این هست که آقای خامنه ای دارن میگن اگر آمریکا به برجام برگرده ما هم به برجام برخواهیم گشت، این راه رو باز گذاشتند. البته اظهار نظر بسیار بسیار محتاطانه بود و خب حساسیت شرایط هم برای اینکه هنوز معلوم نیست چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد، گرچه شانس آقای بایدن بیشتره، این به نظر من این احتیاط رو الزامی میکرد. آقای خلجی شما چه فکر میکنید در مورد نظر شاید واقعی‌تر آقای خامنه‌ای؟ ببینید در این که جمهوری اسلامی ناگزیر هست مذاکره کنه با دولت آمریکا و شرایط تحریم غیر قابل تحمل شده تردیدی نیست و در این موضوع تفاوتی نمی‌کنه که چه کسی برنده انتخابات آمریکا بشه، چه آقای بایدن و چه آقای ترامپ پیروز این انتخابات باشه. امروز جمهوری اسلامی ناگزیر هست به نحوی شرایط بازگشت به میز مذاکره رو مهیا بکنه، اما این بار شرایط البته دشوارتر هست. چه با ترامپ صورت بگیره این مذاکرات، چه با بایدن صورت بگیره، از مذاکراتی که قبلا با باراک اوباما انجام شد و به برجام انجامید شرایط بسیار پیچیده تری خواهیم داشت. یعنی که حتی اگر ترامپ هم پیروز انتخابات نباشه، سایه سنگین محافظه‌کاران و متحدان اصلی آمریکا در منطقه مثل اسرائیل و عربستان سعودی بر سر این مذاکرات خواهد بود و جمهوری اسلامی نمیتونه قبول بکنه که فقط حزب دموکرات یا آقای بایدن مثل دفعه پیش بسیار سراسیمه و نسنجیده یک قراردادی رو امضا بکنه با ایران که به این راحتی بتونه قابل نقض باشه و به درد سر بندازه ایرانو. بنابراین ایران حتی اگر محافظه‌کاران در این انتخابات پیروز نشن، در این مذاکرات خواستار آن خواهد بود که به نوعی ضمانت
اجرایی این توافق محتمل یا بالقوه تأمین بشه و حتما محافظه‌کاران و متحدان اصلی آمریکا از او حمایت بکنن. و مانند معذرت میخوام، اگر که فکر میکنید که ایران به هر حال داره تن میده و آماده شده به تن دادن برای مذاکره با آمریکا، خب آقای ترامپ خیلی سعی کرد که با ایران مذاکره بکنه و این رو هم یکی از دستاوردهای این دوره ریاست جمهوری خودش بدونه، ولی به هر حال به نظر اومد که ایران تونست مقاومت کنه در برابر این خواست آقای ترامپ. فکر میکنید چرا؟ دلایل مختلف داره، ولی خب مقاومت یه حدی داره، یعنی تا یه جایی جمهوری اسلامی به هر حال میتونه تحریما رو دور بزنه، میتونه تکیه بکنه به اون شبکه فسادی که در جمهوری اسلامی هست و در حقیقت خارج از شبکه بانکی عمل میکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه از ذخیره‌های خودش استفاده بکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه بر صادرات غیر نفتی تکیه بکنه، ولی از جای دیگه نمیتونه، مخصوصا با وضعیتی که الان تحریم سیستم بانکی کشور و همینطور تحریم صنعت نفت داره، ادامه این وضعیت قابل تحمل نیست. و من فکر میکنم که یکی از مهمترین یا شاید مهمترین توقع آقای خامنه این هست که هر کسی رئیس جمهور میشه در آینده در این دوره در آمریکا، حداقل کاری که میکنه تحریم روی صنعت نفت و تحریم روی سیستم بانکی رو برداره، به خاطر اینکه با وجود این تحریم ها اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی خواهد انجامید و توابع و پیامدهای سیاسی غیر قابل مهاری خواهد داشت. آقای نگهدار، به نظر میاد که شما خوشبین هستین که در صورت پیروزی بایدن ایران و آمریکا دوباره برگردن به سر میز مذاکره برای برجام و این در نهایت به نفع مردم ایران هم تمام بشه و تغییراتی رو در حکومت هم ایجاد کنه، اما خیلی ها در ایران معتقد هستند که سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ بیشترین فشار رو بر حاکمیت ایران وارد کرد و برای همین این حاکمیت میتونه تحمل این فشار رو بکنه و به هر حال تن میده به تغییر. من معتقد نیستم که حد انعطاف جمهوری اسلامی ایران رو حد فشار ایالات متحده آمریکا تعیین میکنه. این محاسبه اشتباهه. حد تحمل جمهوری اسلامی ایران رو توانمندی های او برای ایستادگی از یک سو و امتیازات یا عقب نشینی هایی که ایالات متحده آمریکا از اون سو انجام میده تعیین خواهد کرد. اینکه ما چه بدیم و چه بستانیم موضوع خواهد بود. تا وقتی که آقای ترامپ و تیم مذاکره کننده ای که از جانب آمریکا معرفی میشده تا الان حاضر نباشند به طور مشخص تعریف بکنند، حتی همین تعریفی رو که آقای خلجی عرضه کردند، یعنی تحریم های نفتی رو برمی‌داریم، تحریم های بانکی هم بر می داریم، شما چه کار می کنید؟ تا امروز این سخن از جانب هیچ یک از مقاماتی که وابسته به تیم آقای ترامپ هستند ابراز نشده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران بسیار طبیعی است که واکنش نشون بده. برای چی مذاکره بکنیم؟ شما تکلیف رو روشن بکنید که چه موضوعی رو می خواهید حل بکنید و برای ما چه موضوعی رو میخواید حل بکنید، اونگاه ما پای میز مذاکره خواهیم نشست. پیش بینی من اینه که اگر آقای بایدن بیاد، اونچه که سنت حزب دموکرات آمریکا در دوران 8 ساله آقای اوباما عرضه کرده و اونچه که وعده های آقای بایدن بوده در جریان مبارزات انتخاباتی، حاکی از این هست که ما به برجام برمیگردیم. برگشت به برجام تعریف مشخص داره، گرچه میشه به قول آقای خلجی این تعریف مشخص رو کش داد و چیزهایی رو پذیرفت چیزهایی رو نپذیرفت، ولی با این حال این موضوع درش تصریح شده که تحریم‌های بانکی و تحریم‌های نفتی باید برداشته بشه. لذا من فکر می‌کنم ایران واکنش مثبت نشان خواهد داد، همان گونه که در دوره‌های قبل در دوره آقای اوباما هم واکنش مثبت نشون داد. آقای خلجی، شاید یکی از فشارهای یکی از مهمترین
پیامدهای فشارهای سیاستهای آقای ترامپ این بود که بعضی از اولویت‌ها شاید برای مردم ایران در این 4 سال تغییر کرد. شاید 4 سال پیش اولویت حقوق بشری، اولویت حق شهروندی، آزادی بیان مهم بود، ولی الان بحث روی فقر و مسائل اقتصادی و فشارهای کمرشکن تحریم‌ها هست و خیلی ها شاید امیدوارند که اگر آقای بایدن رئیس جمهوری بشه این تغییر بکنه و این اولویت‌ها یک بار دیگه برگرده شاید به خواسته‌های مهمتری که مردم سال‌ها شاید براش جنگیدن در ایران. من دقیقاً متوجه سوالتون نشدم. سوال من این هست که با توجه به اینکه به هر حال عده‌ای از مردم در ایران امیدوار هستند که آقای بایدن به خواسته‌های حقوق بشری اونها هم تکیه بکنه، شما فکر می‌کنید انتخاب بهتر در نهایت می‌تونه برای مردم آقای بایدن باشه؟ حقوق بشر و دموکراسی مسئله هر ملتی هست. آمریکا چه دموکرات‌ها سر کار بیان چه جمهوری‌خواها سر کار بیان، کمک چندانی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران نخواهند کرد. در هیچ جهتی این اتفاق نخواهد افتاد. اونچه که به حقوق بشر و دموکراسی میتونه کمک بکنه در درجه اول جامعه مدنی است. جامعه مدنی خود بنیاد هست، مستقل هست و تنها امید برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران جامعه مدنی است. دولت‌های خارجی میتونن تا اندازه اون چرا که در ایران هست تقویت بکنن. مثلا اگر جنبشی در ایران هست، اگر حرکتی در ایران هست حمایت بکنن، ولی اغلب تجربه تاریخی به ما نشون داده که مداخلات خارجی بیشتر ضرر داشته برای دموکراسی و حقوق بشر و تا اینکه نفع داشته باشه. بنابراین امید اصلی به حقوق بشر و دموکراسی رو باید در درون جامعه مدنی جست و البته من این رو اعتراف میکنم که جامعه مدنی ما در شرایطی بسیار بدی هست، ضعیف هست، شکننده است، آسیب دیده است و ناتوان هست، ولی باید راهی برای قوت و نیروی جامعه مدنی پیدا کرد، نه اینکه امید به دولت‌های خارجی داشت. این نکته اول. نکته که برگردیم به مسئله مذاکرات، این رو فراموش نکنید که جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته اشتباه بسیار بزرگی کرد که با آقای ترامپ مذاکره نکرد. آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری بود در آمریکا که برای مذاکره کردن شرطی نمیذاشت. یعنی که دولت‌های قبلی برای مذاکره کردن همیشه شرط داشتن. چرا؟ چون خود مذاکره کردن رو یک امتیاز میدونستن. میگفتن شما این کارو بکنید تا ما با شما مذاکره بکنیم. یعنی خود مذاکره کردن رو به عنوان یک امتیاز به طرف مقابل محسوب میکردن. ولی آقای ترامپ به دلیل خصلت تاجر معابیش و به اصطلاح خوی و خیم بازرگانیش خود مذاکره رو یک امتیاز نمیدونست و حاضر بود که بدون هیچ پیش شرطی پای مذاکرات بنشینه و این شروطی رو که آقای نگهدار میگن اصولا این شروط و به اصطلاح شرایط رو تمام در جریان مذاکره تعیین میکنن. یعنی خوب بود که در این 4 سال هر چیز زودتر آقای خامنه ای قبول میکرد پای میز مذاکره مینشست و من مطمئن هستم همونطوری که آقای ترامپ در مذاکرات با کره شمالی چیز چندانی به دست نیاورد ولی اعلام پیروزی خیلی بزرگ کرد، در مقابله با ایران هم حتی اگر چیز چندانی به دست اگر اونطور که شما میفرمایید به هر حال ایران نزدیک شده بود به اینکه تن بده و همین الان هم خیلی نزدیک است به اینکه تن بده به این مذاکره، فکر میکنید آقای خامنه ای ترجیحش کیه، با کی هست که این مذاکره انجام بشه، آقای بایدن یا آقای ترامپ؟ آقای خلجی با شما هست. آقای خامنه‌ای در موقعیت تناقض‌آمیزی قرار داره. همونطور که گفتم از یک طرف آقای خامنه‌ای دوست داره که ترامپ از روی صحنه زمین نابود بشه. نفرتی که آقای خامنه‌ای داره و از ترامپ خیلی شدید هست، از جمله به خاطر مسئله قتل آقای سلیمانی. بنابراین اینکه ترامپ ببازه، اینکه ترامپ از صحنه روزگار نابود بشه، آرزوی قلبی آقای خامنه‌ای هست. اما از طرف دیگر آقای خامنه‌ای در مذاکره با بایدن هم خیلی دلش قرص نیست. یک بار با آقای بایدن مذاکره کردن اینها، یک بار با تیم آقای بایدن که همون تیم آقای اوباما هست مذاکره کردن. شیوهی که اینا مذاکره کردن این بود که دور زدن محافظه‌کاران رو، مجلس سنا رو دور زدن، اسرائیل رو دور زدن، عربستان سعودی رو دور زدن، متحدان آمریکا رو در جریان مذاکرات قرار ندادن و ما
در نتیجه دیدیم که چنان توافقی چندان عاقبتی نداشت و به زودی به بنبست برخورد. بنابراین آقای خامنه ای میخواد حتی اگر آقای بایدن رئیس جمهور میشه و حتی اگر با آقای بایدن قراره که توافقی انجام بشه، مطمئن باشه که محافظه‌کاران و متحدان اصلی آمریکا در منطقه از این توافق حمایت میکنن و به نوعی پایداری این توافق رو تضمین میکنن. اجازه بدید همین سوال رو از آقای نگهدار هم بپرسم. آقای نگهدار، شما چه فکر میکنید آیت الله خامنه ای ترجیحش برای مذاکره با چه کسی است؟ البته دیدیم که به هر حال تاریخ 40 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی بقای خودش رو در گفتگو نکردن با آمریکا میدونه، ولی اگر بنای این گفتگو باشه، آیت الله خامنه ای چه کسی رو ترجیح میده به نظرتون؟ البته این صحبتی که شما میفرمایید که بقای خودش رو در مذاکره نکردن انجام میده، مدت هاست که از روی میز برداشته شده. جمهوری اسلامی ایران در درون خودش تحولاتی رو پشت سر گذاشته که امروز دسترسی به بازارهای جهانی و تجارت با کشورهای مختلف از اولویت‌های طبقه حاکمه در ایران هست و آقای خامنه‌ای هم به خوبی میدانه که اگر بخواهد به همان روال سابق اوایل انقلاب و دوران جنگ و تا حتی در دوران آقای رفسنجانی بخواد به همون روش تقابل همه جانبه با ایالات متحده آمریکا ادامه بده، این به زیان کشور خواهد بود و در جریان مذاکرات برجام هم ما این رو تحت عنوان نرمش قهرمانانه دیدیم که اتفاق افتاد. بنابراین اینکه این تصور که در ایران آمادگی برای مذاکره جدی با آمریکا کمتر از ایالات متحده آمریکا هست، به نظر من یک ارزیابی غیر دقیق است و بیشتر از جانب برخی نیروهایی که میخوان تبلیغات بکنند که مانع عمده در تهران این مسائل مطرح میشه. ما خواهیم دید که اگر آقای بایدن بیاد، ترجیح ایران این هست که نظر به تعهداتی که ایشون قبلا داشته و در دوره تبلیغات ریاست جمهوری هم اعلام کرده، مذاکره مشخصتری، چارچوبه مشخصتری برای گفتگو خواهند داشت، در حالی که اگر آقای ترامپ بمونه قطعا باید اگر بخواد مذاکره صورت بگیره تیم او تغییر بکنه. در این مورد هم بگم که در دوره 4 ساله گذشته البته فرصت‌های برای مذاکره نسبتاً قابل دارای محاسن و فوایدی برای ایران پیش آمد، در جریان آقای آبه بود و در مسافرت آقای آبه و در مورد پیغام آقای مکرون بود که این فرصت پیش آمد، ولی خب متأسفانه جمهوری اسلامی ایران از اون فرصت‌ها استفاده نکرد. این به این معنا نیست که ما میتونستیم وقتی که اسرائیل و عربستان اون موازنه رو دارن با در مورد برجام یا اکثریت کنگره آمریکا، سنای آمریکا در دست مخالفان برجام هست، ما آقای ترامپ رو به برجام برگردونیم. این اتفاق نمی‌افتاد. ولی به لحاظ تحکیم مواضع ایران در رابطه با متحدین اصلی برجام اقدام درستی بود که می‌خواست انجام میدادن و ندادن. در آینده فکر میکنم اگر آقای ترامپ بخواد برنده باشه که شانسش بسیار کمتر هست، ما باید تغییراتی در تیم اون به وجود بیاد، و اگر آقای بایدن باشه، همونجوری که آقای خلجی هم گفتن و من هم باشه موافق هستم، این هست که باید چارچوبه توافق جوری صورت بگیره که متحدین اصلی آمریکا در منطقه علیه اون شورش نکنند. متشکرم از شما آقایان فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. امشب میتونید لحظه به لحظه نتایج انتخابات را از بی بی سی فارسی دنبال کنید. مجید افشار همکارم هم اینجاست با توضیحات بیشتر. مجید. ممنونم ناجیه. بله، امشب با شما خواهیم بود تا فردا صبح و این دیوار رو عملا رنگی خواهیم کرد. این دیوار مستقیما وصل است به ادیسون رویترز. اونها نتایج رو به محض اینکه دریافت بکنن وصل میکنن به این دیوار و عملا میبینیم که آبی و قرمز خواهد شد. اگه خاطرتون باشه سال 2016 ساعت 4 به وقت لندن ما میدونستیم چه کسی برنده انتخابات. این بار هم ایالت هایی که در شرق آمریکا هستن مثل فلوریدا
کارولینای شمالی و پنسیلوانیا ایالاتی هستن که باید حدود نیمه شب لندن 2-3 تهران چشممون به اونها باشه که نتایج میاد. برای آقای ترامپ بسیار بسیار مهم هست که ایالت‌های کلیدی مثل فلوریدا و پنسیلوانیا رو ببره. بدون ایالتی مثل ایالت فلوریدا آقای ترامپ شانسش برای رفتن به کاخ سفید تنها 5% خواهد بود. بنابراین براش خیلی مهمه. می‌بینید که چقدر بر اساس آخرین، باید بگم معدل آخرین نظرسنجی‌ها در فلوریدا که 29 رأی کالج الکترال داره، ببینید چقدر رقابت نزدیکه. حتی در طول چند هفته گذشته بارها بایدن بالاتر هم بود. بنابراین باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی اونجا میفته. همزمان پنسیلوانیا هم اهمیت زیادی داره، تعداد آرای الکترالش 20 تاست و همونطور که میبینید آقای ترامپ موفق شد در سال 2016 اون رو از دست دموکرات‌ها در بیاره. چند ساعت بعد از اون اتفاقی که میفته ایالت‌های ویسکانسین، میشیگان و اوهایو رو باید منتظر نتایجشون باشیم. اینا ایالت‌هایی هستن که در سال 2016 آقای ترامپ موفق شد از دست دموکرات‌ها در بیاره و اون چیزی رو که به عنوان دیوار آبی این بالا شناخته میشد رو بشکنه. چون هر وقت دموکرات‌ها تونستن در انتخابات پیروز بشن، عملاً این دیوار رو تونستن شکل بدن. همونطور که می‌بینید شکست آقای ترامپ در سال 2016. اما اتفاقی که این بار افتاده و خیلی جالب هست اینه که ایالت‌های به عنوان ایالت‌های رقابتی وارد بحث شدن که قبلاً چندان نمی‌دید اونها وارد این موضوع باشن، مثل تگزاس، ایالتی که به صورت سنتی عملاً جمهوری خواهه. اما این بار می‌بینیم که رقابت انقدر درشون نزدیکه که ایالت تگزاس هم حتی نتونستن زودتر نتیجه گیری بکنند. یه نگاهی بکنید به ایالت‌های رقابتی، عملا تگزاس رو می‌بینید که اونجا هست، همینطور فلوریدا، همینطور پنسیلوانیا، اوهایو، میشیگان. و بر طبق نظرسنجی‌ها که امشب راجع به نظرسنجی‌ها زیاد صحبت خواهیم کرد، حاشیه خطاشون چقدر میتونه باشه. تا الان ما تصور می‌کنیم که 213 رأی کالج الکترال رو آقای بایدن خواهد داشت، یعنی با خیال راحت، و 125 رأی الکترال رو آقای ترامپ. آقای ترامپ بدون فلوریدا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، جورجیا عملاً راهی نخواهد داشت برای رفتن به کاخ سفید. اگر فرض بگیریم که آقای ترامپ خیلی خوب بتونه عمل بکنه و بتونه فلوریدا و پنسیلوانیا رو هم ببره، اون وقت به 174 خواهد رسید. و اگر آقای بایدن بتونه اوهایو، میشیگان، ویسکانسین، مینسوتا و آریزونا یا نوادا رو هم ببره، اون وقت آرای او عملاً بالاتر خواهد رفت. دیگه عملاً کاری نخواهد داشت آقای بایدن به اینکه نتایج در تگزاس چه خواهد شد یا جورجیا چه خواهد شد. حتی اگر فرض بگیریم آریزونا هم به آقای ترامپ نرسه، باز کارولینای شمالی میتونه این کار رو انجام بده. سناریوهای زیادی هست که میتونه منجر به رفتن آقای بایدن به کاخ سفید باشه، اما سناریوهایی که برای آقای ترامپ هست یه مقداری محدوده و خود او همین رو میدونه و به همین دلیل هست که در چند روز گذشته مرتباً به فلوریدا و پنسیلوانیا میره، از اونها میخواد که بهش رأی بدن، برای اینکه خودش هم میدونه که کار سختیه. اما امشب فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست که منتظرش هستیم، در کنگره، در مجلس سنا هم که جمهوری خواهان تا الان اکثریت رو داشتن، هم چندین کرسی در مجلس سنا هم به رأی خواهد گذاشته خواهد شد. شاید ترکیب به هم بخوره، شاید ترکیب، یعنی خیلی ها میگن حتی از کسانی که در حزب جمهوری خواه هستن، که ترکیب مجلس سنا با اکثریت دموکرات خواهد شد و همینطور تمامی در واقع کرسی های مجلس نمایندگان که ترکیب کنگره رو خواهیم داشت. عملا برای هر کدوم از این دو نفر خیلی مهمه که کنگره همراهشون هست یا نیست. اگر آقای بایدن بره، اون وقت میتونه با یه کنگره ای که عملا دموکرات ها در اون نقش زیادی دارن، قوانین خودش رو رد بکنه، و اگر دموکرات ها باشن، کار برای آقای ترامپ خیلی سخت خواهد شد. امشب حرف خیلی داریم راجع به این نقشه با شما بزنیم و آرام آرام نتایج که خواهد اومد بهتون اطلاعات بیشتر رو خواهم داد. میتونیم راجع به هر کدوم از ایالت‌ها کلی صحبت بکنیم. با ما بمونید امشب. امشب نخوابید، امشب شب مهمیه تا صبح، و امیدواریم که بتونیم تا ابتدای شب، اوایل شب، شاید وقتی که نتایج در ایالت‌های شرقی مشخص بشه، اون وقت بشه نتایج رو داد. اگر این ایالت‌ها نزدیک باشه، اون وقت باید صبر بکنیم و شاید چندین روز یا چندین هفته هم طول بکشه. ممنونم از شما.
برمیگردیم شما نجی. ممنونم مجید، اگر همینطور با هیجان تمام شب حرف بزنیم مطمئنم که خیلی ها با تو بیدار خواهند موند اینجا. اما پویا قربانی در استودیو با ماست. پویا، با یک دوست ایرانی صحبت میکردم، میگفت این انتخابات اینقدر مهم هست که همه مردم دنیا باید براش رای بدن و برای ایرانی ها هم خیلی مهم است. دیدم که بعضیا در شبکه های اجتماعی نوشتن من نذر کردم، بعضیا شرط بندی کردن. بیشتر بگو که واکنش ها چه بودن. ناجی، نتیجه این انتخابات برای بسیاری از ایرانی ها مهم شده، هرچند که در مناظره های انتخاباتی هم دیدیم که اسم ایران بارها اومد، با اینکه بعضیا میگن که مردم ایران، مردم آمریکا بسیارشون نمیتونن ایران رو روی نقشه نشون بدن، اما این به نوعی دو طرف است. اما چرا باید انقدر سرنوشت گروهی از ایرانیان گره بخوره به این انتخابات؟ این تعبیریه که منتقدها به حکومت ایران دارن، میگن جوری عمل کردید که حالا باید منتظر باشیم ببینیم ترامپ در آمریکا میاد سر کار یا بایدن. از اون طرف در توییتر در چند هفته گذشته فضای به شدت تندی رو شاهد هستیم، به طوری که مثلا طرفداران ترامپ و براندازان در توییتر به شدت میتازن به کسانی که طرفداری میکنن از بایدن. به نوعی بایدن در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته در توییتر فارسی، به جوری که مثلا بعضی از کسانی که حتی هزینه دادن در مخالفت با جمهوری اسلامی باید انگار قبلش یک فرم شهادت نامه پر کنن که من مخالف جمهوری اسلامی ام اما مخالف تحریم ها هستم و مخالف جنگ هستم و مخالف ترامپ. این دوگانه سازی ها و دوقلو سازی به بایدن و جمهوری اسلامی هم در توییتر بسیار دیده میشه. اما موضع ایرانی ها در داخل و خارج کشور هم بسیار محل بحث و محل کنجکاوی هم هست، اینکه ایرانی ها در داخل کشور چه فکر میکنن و ایرانی های خارج از کشور آیا طرفدار ترامپ هستن یا طرفدار بایدن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بذار یه ویدیویی از داخل ایران ببینیم، هرچند که نمایندگی نمیکنه همه ایرانی ها رو. ترامپ رو خوب کن، خدایا ترامپ رو خوبش کن، من از این سر دنیا برات دعا میکنم پیش خدا. ترامپ خدا خوبت کنه، خودت و خانم خوشگلت رو خوب کن، تمام کاخ سفید خدا نگهدارتون باشه. آخه چرا؟ پومپئو ترامپ، برای اینکه روزی برسه امیدوارم این شر این ه**ها رو از سر ما بکنه، بلکه ترامپ وسیله الهی باشه، وسیله الهی. وسیله الهی برای انتقام گیری از جمهوری اسلامی، جوری که این خانم میگفتن. اما همونطور که گفتم نمایندگی نمیکنه تمام ایرانی ها رو، ایرانی ها هستن که مخالف تحریم هستن و اون رو به نوعی ظلم به مردم ایران میدونن، فارغ از اینکه چه موضعی به جمهوری اسلامی داره دولت آینده آمریکا. چیزی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر بسیار مطرح میشه مسئله کوچک شدن سفره‌ها هست، اینکه چه نسبتی این داره با تحریم‌ها و چه نسبتی داره با سوء مدیریت در جمهوری اسلامی و زندگی نرمال، اون خوشی‌های کوچکی که به تعبیر کسایی که از این هشتگ استفاده می‌کنن از مردم دریغ شده. ما صداهایی رو از مخاطبان خواستیم که برامون بفرستن نظرشون رو در مورد تأثیر ساکن آینده کاخ سفید بر زندگی اونها ازشون پرسیدیم. این ویدیو رو هم با هم ببینیم. واقعا آمریکا روی زندگی ما تاثیر داره. چرا؟ چون که پراید شده بالای 100 میلیون و خیلی چیزای دیگه گرون شده و واقعا زندگی برای جوان‌ها خیلی سخت شده و الان نسل امروزی جوانای ما دقیقاً نسلی هستند که نمیتونن خونه بخرن، نه ماشین بخرن. برای همین خب همین باعث به خاطر تحریمات آمریکا دیگه، دلار خدا تومانی اینجور چیزا. یه زران وصله است، میگه بارون بیاد وای به کلوخ، برف هم بیاد وای به کلوخ. مشکل مملکت ما وجود مسئولان بیورز است، یعنی مسئولان ما اقد بیورزن که باید وایسیم ببینیم کی رئیس جمهور میشه و چه روندی تو اقتصاد مملکت ما داره. وضعیت اقتصادی ایران هیچ فرقی نمیکنه، به دلیل اینکه قبل از آقای ترامپ هم وضعیت اقتصادی همچین خیلی خوب نبود و متاسفانه جیب آیت الله ها انقدر گشاده که هنوز خیلی جا داره. هیچ فرقی برای مردم ایران نخواهد داشت چه جو بایدن بشه چه دونالد ترامپ، به خاطر اینکه اونا خودشونه که ما رو تحریم میکنن، منابع ما رو چپاول میکنن، پولای ما رو بلوکه میکنن
میلیارد میلیارد پول اون بلوک هست به اسمای مختلف و موانی مختلف و آخرش هم میخوام پول بدم میرسه به کی؟ به ما که نمیرسه، میرسه به کسای دیگه. ما از مخاطبمون هم خواستیم که در تلگرام نظراتشون رو برامون بفرستن، لحظه به لحظه در اینستاگرام ما که 10 میلیونی هم شد امروز خبرهای این انتخابات رو پوشش میدیم. اگر به توصیه مجید بیدار میمونن در اینستاگرام و توییتر هم میتونن ما رو دنبال کنن. متشکرم از تو پویا قربانی اینجا در استودیو و میرسیم به پایان 60 دقیقه، ولی برنامه های ما، برنامه های ویژه پوشش انتخابات همچنان ادامه داره. میتونید این برنامه و برنامه های قبلی رو هم در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون که با ما هستید.